جماعت از نظر اعتقادی هیچ نوع تغییر و تفاوتی نیست. آنچه که امام ابو حنیفه معتقد است به امو امام شافعی هم معتقد است. از نظر فکری هیچ اختلاف وجود ندارد. از نظر عمل مسئله سر فضیلت هاست عزیزان. این موضوع را دقیق در ذهنتان بگیرید. از نظر فضیلت هاست. امام شافعی رحمت الله علیه میگه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دست ایجا گذاشته، ایرا منکر نمی شود. میگه احترام زیاد که فکر میکنیم ایجا بوده باشه خوبتر کنه. ایرا خونه که ای سنت دیگر منکر شود، با تمام قوت احترامش میگذاره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه در ایجا تواضع بیشتر است، بدون از اینکه نقد بکنه حدیث را که در ایجا سنت نیست و اینا رواست. ایرا نمیگه، میگه درست است. شما در فقه اسلامی وقتی که داخل شوین باز برای شما یک دیدگاهی بزرگ است. با تأسف یگان بار ما سخنی را میگوییم که به اساس کم علمی خود خداوند متعال ما را مورد محاسبه قرار میدهد. از هر مسلمانی که پرسان بکنید برش بگو بعد از قرآن کریم صحیح ترین کتاب کدام است؟ میگه بخاری شریف است. پس احادیث رفع الیدین و احادیثی که در سینه است خود در بخاری آمده. پس تو چو تو نقد میکنی؟ چو تو بد میبینی؟ و حالا که پیغمبر خدا را بر ما الله چطور معرفی میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. که پیش خدا و پیغمبر پیش دستی نه؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. آواز با آواز پیغمبر بلند نکن. وقت با تمام احترام بگذار، با تمام احترام بگذار. و انگامی که ما شما در مکه مکرمه بریم، اوجا باز لذت دین را انسان میبره. یا الله، سیاه پوست، سفید پوست، سرخ پوست، عجیب عجیب مردم میاد. یکی دستش بلند است، یکی دستش ایلا است، یکی سر سینه است، یکی زیر سینه است. و در دلت به اندازه یک خواه خدشه نمیکنه که خدایا ای کلگی خوب مردم هستن، اما خراب شاید نباشم. پروردگار ای کلگی را میبخشیم. ما چطور بکنم؟ خودت فراموش میکنی عزیزم. که تو خودت در نظر بگیر. بنان در رابطه به این باید کوشش بکنیم، احتیاط را رعایت بکنیم و متوجه بوده باشیم که اختلاف را ایجاد نکنیم که بیخ ما را میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که او مسلمانا لا تدخل الجنه حتی تؤمن، داخل جنت نمیشین تا که مسلمان نباشید. باز میگه ولا تؤمنوا، مسلمان نمیشید حتی تحابوا، تا که یک دیگر را دوست نداشته باشید. تا که یک دیگر را دوست نداشته مسلمان نمیشید. ما سر گپای بسیار کوچک کوچک با مسلمان ها اختلاف نمی کنیم، اونا را در دل خود بد می بینیم. با این نکته دیگه مباحث علمی را باز می کنیم. چقدر خوب است هر کسی که سر مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتراض و ما امروش گپ می زنیم و با پیشانی باز کتش گپ می زنیم. این مذهب کوچکی هم نیست که هر کس به خسرش انتقاد بکنه. 1200 سال حکومت کرده، 1200 سال به مردم نظام داده، به مردم روابط داده. بنان این نکته ایشان قابل اعتنا است. اگه کوچک هم نیست که هر کس اعتراض بکنه، هر کس نقطه‌ای داشته باشه، ولی در ضمنش احترام ما میگذارین و با تمام قوت اختلاف را برمی‌دارین. اختلاف امت اسلامی را میپاشاند، قوت ما را ضعیف میکند و دشمن را بر ما مسلط میکند. و قرآن کریم میفرماید که ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نزاع نکنید، کشمکش نکنید که بعد از قوتتان را از دست میدید. قوت که از دست دادی با نوکری دیگران را میکنی، باز خدمت دیگران را میکنی. اگر با هم بودی خداوند متعال هدایتتان را بیشتر میکنه و توسط اجتماع مسلمان ها میتونه که مشکل حل بکنه. دوستی که بوده باشد اعتراض جایگاه پیدا میکنه، دوستی که بوده باشد خطاها مشخص میشود، دوستی که بوده باشد میتونیم یک دیگر را تحمل بکنیم. الله جل جلاله به ما شما تحمل را بدهد و الله جل جلاله افتخار ازی را بدهد که بتانیم مباحث خود را، مجالس خود را علمی بسازیم. و هر سوالی که بوده باشه انشاءالله این دین است در این پوته نیسته. او دینی که تشناب رفتن به ما نشان داده، او دینی که نشستن و خوردن به ما نشانه. چطور میشه که بگم اینی چیز را فراموش کرده؟ الله جل جلاله توفیق بیشتر را برای ما شما عنایت بکند.